گروه کاری زنان، صلح و امنیت در نامه از آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا احترام به حقوق بانوان در افغانستان را در محور اصلی نشست دوحه قرار دهد. این نامه که به نمایندگی ده ها نهاد پشتیبانی حقوق بانوان نوشته شده، در آن تاکید شده که دبیر کل سازمان ملل متحد باید از فرصت های ایجاد شده نشست دوحه استفاده کرده و خواستار لغو تمام محدودیت ها بر بانوان و دختران در افغانستان شود. در این نامه همچنان آمده است که نشست دوحه فرصت مهمی را برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه بین المللی فراهم می کند تا بار دیگر تاکید کنند که حقوق بانوان در افغانستان قابل مذاکره نیست. صفی ناصری گزارش می دهد. تلاش نهادهای جهانی بر لغو محدودیت ها بر بانوان در افغانستان. گروه کاری زنان صلح و امنیت در نامه از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا احترام به حقوق بانوان در افغانستان را در محور اصلی نشست دوحه قرار دهد. این نامه که به نمایندگی ده‌ها نهاد پشتیبان حقوق بانوان نوشته شده، در آن تاکید شده که دبیر کل سازمان ملل متحد بعد از فرصت ایجاد شده این نشست دوحه استفاده کرده و خواستار لغو تمامی محدودیت ها بر بانوان و دختران در افغانستان شود. ما از دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهیم از فرصتی که در نشست دوحه فراهم شده استفاده کرده و درخواست کند که طالبان همه محدودیت های ناقض حقوق بانوان افغان را فوراً و بدون قید و شرط لغو کنند و برای آزادی کسانی که خودسرانه بازداشت شدند باید پاسخگو باشند. در این نامه همچنان آمده است که نشست دوحه فرصت مهم را برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه بین المللی فراهم می کند تا بار دیگر تاکید کنند که حقوق بانوان افغان قابل مذاکره نیست. امیدوار است محور اصلی گفتگو وضعیت حقوق بشری و خصوص وضعیت زنان باشد. دبیر کل سازمان ملل متحد از فرصت ایجاد شده استفاده نموده، خواهان لغو وضعیت محدودیت ها برای زنان و دختران در افغانستان شود. گروه کاری زنان صلح و امنیت همچنان با اشاره بر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد که قرار است گماشته شود گفتند که فرستاده جدید باید سابقه موثق در زمینه حقوق بشر و حقوق بانوان را در تیم خود داشته باشد. سیاست حذف هدفمندانه و نامرئی سازی زنان و دختران افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان بدترین و شکننده ترین نوع سیاست و سرکوب در برابر زنان و دختران افغانستان هست که باید پایان پیدا بکنه. امیدوار هستیم که بیاد داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان باید چنین سیاست ها تنها آسیب پذیر نمیشن. این مردان و جامعه افغانستان هست که آسیب پذیر میشن. این در حال است که امارت اسلامی پیوسته تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب اسلامی تامین است و از جهان خواسته تا در موضوعات داخلی افغانستان مداخله نکنند.